کابوس وحشت و غیز جنون آمیز رژیم آخوندی در برابر مجاهدین و مقاومت ایران زوزه های ترس و در مندگی آخوندها علیه کانادا از سوی وزارت خارجه و سپاه پاسداران خبرگزاری سپاه تروریستی قدس 25 اردیبهشت 93 نوشت هفته مسئولیت پذیری ایران عنوان همایشی از پارلمان کانادا با موضوع حقوق بشر ایران است احمد شهید همراه با مریم رجوی در این نشست حضور دارند. پارلمان کانادا برنامه یک هفتهی با موضوع حقوق بشر ایران ترتیب داده که سازمان دهنده اصلی آن کالتر از سیاست مداران کانادا است. و در سال 2012 عضو یکی از کمپین بوده که خواهان حذف نام مجاهدین از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا و کانادا بوده است. همین خبرگزاری نوشت سخنگوی وزارت خارجه مرزیه افخم گفت دولت فعلی کانادا به عنوان یک دولت افراطی شناخته شده که موازهش فاقد منطق سیاسی بوده و بیارزش می باشد و این اظهارات در چارچوب رویکرد کرد و به عنوان تلاشی شناخته شده در راستای پروژه ایران هراسی ارزیابی می شود مرزی افخم افسود دولت کانادا که خود مکررن به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق بومیان متهم می باشد فاقد صلاحیت برای اظهار نظر در این خصوص بوده و ادعاهای حقوق بشری وزارت خارجه کانادا در این زمینه با اهداف سیاسی است سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان ساخت بازگشت به سنتهای متعارف دیپلماتیک نیاز دولت کانادا برای همسویی با جامعه بین المللی می باشد و بهتر است دولت مردان کانادا به رویه اعتدال و بهرهگیری از خرد جمعی روی آورند. خبرگزاری سپاه تروریستی قدس در گزارش دیگری نوشت وزیر خارجه کانادا درباره ایران و سیاستهایش در قبال تهران گفت روزهایی که سیاستهای خارجی کانادا با میان روی مشخص میشد به پایان رسیده است روزهایی که ابتدا میزان حرارت افراد دورمیز را تعیین میکردیم و سپس سعی میکردیم در جایی نه سرد و نه گرم بنشینیم تمام شده است جانبرت سپس ادعا کرد موارد نقض حقوق بشر در دولت ایران افزایش یافته است وی در ادامه در اظهاراتی توهینآمیز گفت وزیر کشور ایران وزیر قتل است و گفت نظام ایران تهدیدی برای دنیاست. آقا محمدی نماینده مجلس ارتجا نیز به خبرگزاری سپاه پاسداران گفت کانادا و غرب هیچ سند و مدرکی درباره رفتارهای ضد حقوق بشری ایران در اختیار ندارند و حالا به سراغ مجاهدین آمدند تا خود را به مجاهدین آویزان کنند. خبرگزاری سپاه پاسداران همچنین نوشت محمد حسن آسفری عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی در خصوص برگزاری هفته مسئولیت ایران در کانادا با محوریت مجاهدین و با هدف انتقاد از حقوق بشر در ایران گفت مجاهدین با پول مردم کانادا در حال برگزاری همایشی ضد نظام ایران است و دولت کانادا به جای برگزاری این چنین همایشی بهتر از مشکلات داخلی خودش را رسیدگی و برطرف نماید. خبرگزاری سپاه پاسداران همچنین نوشت پارلمان کانادا نمایشی را تحت عنوان مسئولیت پذیری ایران به مدت یک هفته آغاز کرده است. در این نمایش سیاسی که به بهانه مسائل حقوق بشری ایران آغاز شده است اعضای مجاهدین از جمله مریم رجوی شرکت دارند تا دو سال قبل مجاهدین در فهرست گروه های تروریستی در کانادا قرار داشت اما از این فهرست خارج شد احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران که به نوشتن گزارش های جهتدار علیه جمهوری اسلامی شهرت دارد نیز در این نمایش سیاسی شرکت کرده است طی چند ماه های پس از توافق ژنو موسوم به برنامه اقدام مشترک تبلیغات حقوق بشری بر ضد جمهوری اسلامی ایران افزایش بی سابقه یافته است